موضوع صحبت من رابطه علم و اخلاقه تصور عمومی اینه که مسائل اخلاقی مثل مسئله خیر و شر یا درست و نادرست مسائلی هستند که علم درباره اونها هیچ نظری نداره و اینکه تنها کار علم رسوندن ما به های اخلاقیه، نه کمک به پیدا کردن اونها در نتیجه بیشتر مردم فکر می‌کنند که علم هیچ وقت جوابی برای مهمترین سوال‌های بشر نخواهد داشت سوال‌هایی مثل ارزش زندگی چیه و یا زندگی خوب چیه So I'm argue... به نظر من جدایی علم و عرضش های اخلاقی تصوری باطل و در این موقعیت تاریخی حتی خطرناکه اغلب میگن که علم نمیتونه پای اخلاق قرار بگیره چون علم با واقعیت های علمی سر و کار داره و این واقعیت ها با ارزش های اخلاقی از زمین تا آسمون فرق دارن اغلب تصور میشه هیچ توصیفی از جهان وجود نداره که بتونه به ما بگه جهان چطور باید باشه اما به نظر من چنین تصوری کاملا غلطه ارزش های اخلاقی نوعی واقعیت علمی هستند واقعیت های علمی درباره رفاه و آسایش بشر چرا ما تعهد اخلاقی نسبت به سنگ نداریم؟ چرا دلمون برای سنگ نمی سوزه؟ به این خاطر که می دونیم سنگ احساس رنج نمی کنه. و اگه ما به هم خودمون بیشتر از حشرات توجه میکنیم به این خاطر که فکر میکنیم اونها بیشتر میتونن احساس رنج یا شادی بکنن نکته مهم اینه که این مدعایی درباره واقعیت علمیه مدعایی که میتونه درست یا غلط باشه مثلا امکان داره که ما پیشیدگی حیات حشرات رو درست درک نکرده باشیم و اونها واقعا بتونن احساس رنج یا شادی داشته باشن هیچ مفهومی، هیچ نوعی از اخلاق وجود نداره که به علم انسان از خود و جهانش تبدیل شدنی نباشه. حتی اگه اخلاق رو از دین بگیرید، حتی اگه معتقد باشید که خیر و شر در نهایت با وجود بهشت و جهنم معنا پیدا میکنه، هنوز درباره علم انسانی حرف میزنید. و حتی اگه بگید که این علم و آگاهی بعد از مرگ هم ادامه داره باز هم ادعایی درباره واقعیت علمی کردید خب ما میدونیم که طیف گسترده از واقعیت های علمی درباره شرایط رفاه و آسایش بشر وجود داره از طرفی میدونیم که میشه در کشوری زندگی کرد که هیچ چیز سر جاش نیست جایی که مادران نمیتونن بچه هاشون رو سیر کنن جایی که راهی برای زندگی مساله آمیز وجود نداره جایی که از سر تبعیض آدم میکشن و از طرف دیگه میشه در جایی زندگی کرد کمی با آسودگی و آرامش بیشتر جایی که بشه توش چنین کنفرانس هایی رو برگزار کرد و اگه بپرسید به کدوم سر این طیف باید رفت ما میدونیم که برای این سوال هم جواب های درست هست هم جواب های غلط مثلا آیا اضافه کردن میکروب به وبا به آب فکر درستیه؟ احتمالا نه. آیا اعتقاد به چشم شور و ملامت کردن همسایه به خاطر اتفاق بد خوبه؟ احتمالا نه. برای داشتن جامعی آسوده و مرفه اصولی وجود داره و اخلاق با این اصول مرتبطه. نمیخوام بگم که برای همه سوال های اخلاقی جواب علمی داریم. برای نمونه فکر نمی کنم روزی بیاد که بشه از ابر کامپیوتری پرسید باید بچه دوم بیارم یا نه؟ یا تأسیسات اتمی فلان کشور رو بمباران بکنیم یا نه؟ یا آیا باید هزینه های سفر به این کنفرانس رو به حساب شرکت بزنم یا نه؟ اما اگه سوال هایی هست که بر رفاه و آسایش بشر تاثیر داره حتما جواب علمی هم داره چه بتونیم جواب اونها رو پیدا کنیم چه نکنیم و فقط قبول همین که برای سوال نحوی رسیدن به رفاه و آسایش بشر جوابهای درست و غلط علمی وجود دارند نحوی گفتار ما درباره اخلاق رو عوض میکنند بنابراین به نظر من الان دنیا به کسانی نیاز داره که قبول کنند برای سوال نحوه رسیدن به رفاه و آسایش بشر جوابهای علمی وجود داره و اخلاق به حوزه واقعیت علمی مربوطه افراد یا حتی تمام یک فرهنگ ممکنه متمایل به چیزهای غلطی باشند یعنی اعتقادات یا تمایلاتی داشته باشند که بدون شک به رنج انسانها ها منتهی بشه اما فقط قبول همین نکته تعامل فرهنگ ها درباره اخلاق رو دگرگون میکنه ما در جهانی زندگی میکنیم که مرز بین مردم کشورها معناش کمتر و کمتر میشه و روزی حتی هیچ معنایی نخواهد داشت ما تو جهانی زندگی میکنیم مملو از فناوری های مخرب فناوری هایی که نمیشه اونها رو غیب کرد به همین دلیل به نظر من خیلی روشنه که دیگه نمیشه با اختلاف نظرهای گوناگون درباره مفهوم رفاه و آسایش بشر مدارا کرد همونطور که نمیشه با اختلاف نظر در مفهوم کنترل بیماری یا استاندارد امنیت ساختمان یا هواپیما مدارا کرد. باید جواب هامون به مهمترین سوالهای زندگی بشر رو به هم نزدیک کنیم. و برای این کار باید بپذیریم که این سالها جواب علمی دارند خیلی ممنون.: Thank.